اسماء سورة الفاتحة. نام های سوره فاتحه. تسمى بسورة الفاتحة. این سوره سوره فاتحه نامیده میشه. لأن القرآن افتتح بها. زیرا آغازین و نخستین سوره قرآن کریم هست که قرآن با این سوره آغاز میشه. یفتتح بها المصلی فی صلاته. همچنین نمازگزار نماز خودش رو با این سوره آغاز میکنه. كذلك الخطيب الآن يفتتح بها يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. و همچنین خطیب و سخنران خطبه و سخنرانی خودش رو با این سوره آغاز میکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. تسمى ام الكتاب ام القرآن. همچنین ام الكتاب نامیده میشه. ما معناها؟ معناش چیه؟ ان كل ما في القرآن موجود في هذه السورة. یعنی همه آنچه که در قرآن اومده در این سوره موجود هست. انواع التوحید الثلاثه. انواع سگانه توحید. الامر بالتوحید. دستور به توحید. النهی عن الشرك. نهی از شرک. عن البدع. نهی از بدعت. عن المعاصی. نهی از معاصی. وجوب اتباع النبی صلی الله علیه و سلم. وجوب پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. وما كان علی الصحابه والسلف الصالح. و همچنین وجوب در پیش گرفتن راه و روشی که صحابه و سلف صالح رضوان الله علیهم اجمعین برش بودند. التحذير من ان نكون من اليهود من النصارى من المخالفين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والله اعلم. زنهار و هشدار نسبت به این که راه و روش یهود و نصارا و مخالفان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ام از کافران و منافقان رو در پیش بگیریم، هشدار نسبت به این موضوع. وجوب الاجتماع وعدم الافتراق. وجوب متحد بودن و یک پارچگی و با جماعت مسلمانان بودند و وجوب دوری از تفرق و تفرقه و تشتت و پراکندگی. نجتمع على رب واحد. بر یک پروردگار اجتماع می کنیم. نبی واحد علیه الصلاة والسلام. و بر یک پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. شریعه واحد. بر یک شریعت. قرآن واحد. یک قرآن. قبله واحد. یک قبله. نجتمع كما اجتمع النبي صلی الله علیه و سلم. اجتماع ما همبستگی و اتحاد ما بر همین اساس خواهد بود، مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه بزرگوارش که اینگونه متحد و یک پارچه و یک جا بودند. تسمى الفاتحه الصلاه. سوره فاتحه. سوره فاتحه صلات هم نامیده میشه، الصلات. نعم و تسمى كذلك سوره الفاتحه بانها رقيه. و سوره فاتحه رقیه یعنی دعای شرعی هم نامیده میشه. نعم فالا المريض يقرا على نفسه. بدین سان که شخص مریض این سوره رو بر خودش میخونه و همچنان که بر دیگران میخونه. و تسمى السبع المثاني. این سوره همچنین سبع مثانی نامیده میشه. سوره مهمه من اهم السور. سوره فاتحه سوره ایست مهم و از مهمترین سوره های قرآن. رکن من ارکان الصلاه. خوندنش رکنی از ارکان اسلام هست. از ارکان نماز هست. لابد ان نصحح قرائت هذه السوره. از این رو باید این سوره رو به درستی بخونیم و اگر اشتباهاتی در خوندن این سوره داریم برطرفش بکنیم. و نعرف معناها. و معنای این سوره رو بدونیم. فیها اجمع دعا. در این سوره جامع ترین دعا وجود داره. نعم فلا بد من العنایه بهذه السوره والله اعلم. از این رو باید توجه خاص و ویژه‌ای به این سوره داشته باشیم.